بسم الله الرحمن الرحیم. ما وقتی که وارد مثنوی میشیم از همون آغاز چند موضوع جلب نظر میکنه. مسئله اولش خود این نیه که در نسخه های نیکلسون و اینا بهشون از نی گفتن، ولی صحیحش این نی هست که در نسخه انقاروی و الان که در قونیه کسانی که رفتن میبینن اون هست توی بیترین که قدیمترین نسخه هست که 15 سال بعد از توت مولانا نوشته شده این نی. و اتفاقا دلیلش هم خیلی مشخصه که بنده وقتی کتاب بنویسم می‌نویسم من این جانب این کتاب رو اینطوری نوشتم، دارم حکایت خودم رو میگم. و معلومه مولانا این نی که داره حرف خود چه میزنه. البته این نی با دیگر نی ها هم یکسانه، جدایی هم الان نمیخواد هم اول وارد میشه یه دفعه مسئله چیز رو بحث کنه، اون جدایی انسان از عالم بالا، جدایی از پیرش پیدا کرده از شمس، داره از دوریش از جدایی هایی که از شمس رفته داره ناله میکنه. و البته اشاره هم داره به جدایی انسان از عالم بالا. خب اصلا نیستانش خود شمسه، بریده برای که شمس رفته دیگه. بنابراین خیلی ساده است، این نی خود مولاناست که نی شد که در اون نواخته شد که شمس درش تونست بنوازه. بعد جدا شد این نی چون شکایت میکند از جدایا، حکایت میکند چون یا چون حکایت میکند از جدایا، در واقع حکایت خودشو داره میگه و شکایتش هم از اینه که جدا شده. بنابراین نکته اولین نکته نی شدن انسان هست در مقابل اون مولای خودش، پیر خودش که نی میشه. و وقتی نی شد هم اون پیر یعنی شمس میتونه درش بزنه و القاعاتو بهش بده که نماینده خداست، و هم خود خدا میتونه که شمس هم که بره کنار، شمس هم که میره کنار غیرت حق بود با حق چاره نیست، یه جای دریق میخوره، ای دریق آی دریق آی دریق چنان ماهی رو شد زیر میخ، بعد میگه ای دریق گرفت یه شمس هست. بعد خودش میگه این دریقی ها خیال دیدن است و از وجود نقد خود ببریدن است، غیرت حق بود و حق چاره نیست، غیرت حق بود. چرا غیرت حق بود که بره؟ برای اینکه دیگه شمس آمده بود که او رو از خودش نی کند و خالی کند و رابطه رو با خود اصل خدا ارتباط بده. حالا دیگه اینجا حجاب میشد، این واسطه دیگه باید حالا بره. بنابراین شمس باید بره دیگه. اول خواست بره ولی دید هنوز مولانا طاقت چه نداره، رفت یک سال بالاخره با شورای جانی که بروید ای رفیقان بکشید یار ما را به من آورید یک دم سنم گریز بارا، بالاخره دید نه هنوز نیازمنده بش، هنوز به اون سوختگی کامل نرسیده، باید بیاد نیمه افروخته است بازم بسوزوندش که کاملا بسوزه، خام بودم پخته شدم سوختم. بنابراین بر میگردشم مولانا هم برای اینکه در واقع شمسه که یه وقتی صیاد او بود، حالا دیگه مولانا میخواد شمسو صید کنه، یه وقتی مراد مرید رو صید میکنه، یه وقتی هم مرید مراد رو صید میکنه، این میخواد نگه داره برای خودش، نمیخواد دست بده. سید بودن بهتر از صیادی است مولانا میگه، ولی خودش مولانا حالا بخواد شمس سید کنه نگه داره برای خوده، میگه که اون دختر رو کیمیا خاتون رو بهش بدیم، دختر زنمانو بدیم که شاید اینو بندش کنیم اینجا بمونه. ولی خب غافل از این که بیچاره شمس 60 سال اصلا داری تمام عمرش اصلا نمیدونه با یه زن روبرو نشده، ملاقات هم نکرده که چطوری است. اخیرا یه کتابی نوشتم به نام کیمیا خاتون، هر چی تونستن به این شمس بیچاره رو آزار دادن که اذیت کرده زنش و زنش مرد و گناه. بعد من در یک مقاله نوشتم که خب
اولا شمس مظهر صفات جلاله، مظهر جمال نبود، به خاطر اینکه میخواست مولانا رو بشکونه، شیخ بودنش و سجاده نشین بودن و عالم و زاهد و پارسا، جمال اینجا کافی، اینجا جلال باید باشه که بشکونه این شخصیت رو. اصلا وجود شمس مظهر جلالی است، جمالی نیست، و بنابراین این مظهر جلالی قوی شکننده، خب حالا با یه زن رو برو میشه که دیگه نمیتونه مسئلش فرق میکنه. شمس کار میکرد این خانمش هم یعنی همون مولانا هست که باید بشکوندش، و بعد تجربه هم نداره اصلا، اصلا یک بارم به زن رو برو نشده که بینید به زن چطور زن رو برو بشه. پیغمبر اکرم نیست که اینقدر عشق آسمانی و زمینیش چنان به هم پیوند خورده که اصلا اصلا جدا نشدنیست. در این حال که میره به معراج و سفر به حق میکنه، از اون حق یه کلمینی یا همیرا سفر به خلق میکنه و با همیرا شرط میزنه، و طوری که همه هم عاشقان دوستش دارن. چرا؟ برای اینکه جمع بین ظاهر و باطنه، جمع بین کثرت و وحدته، مقام مقام خاتم خاتمیته، مقام مقام جامعه، جامع الکلم بودی تو جامع الکلمه، این مقام جامعیت درش وجود داره، مقام تمکین، مقام جامعیت. ای در شرق خب این مقام نیست، اگر به اون جهان بپردازه دیگه به این جهان رو نباید توجه بکنه. اگر به این جهانم که به پردازه که علش نیست، اون جهان برای بعضی ها مشکله. بعضی ها اگر این برای بگیرن اون دستشون میره، اونو بگیرن این دست میره. ولی بزرگانی که کامل و مکمل و هستن و مقام جامعیت وجودی رسیدن، خیلی راحته براشون دوتا ظاهر و باطن، دنیا و آخرت، طبیعت و ماورای طبیعت، خود و خلق و خلق و خود در یک وحدت کلیه الهیه یکی میشه براشون. ما هنوز در کثرتیم که دوتا میبینیم، دو بینیم، اینجا خلقه، اونجا حقه، اینجا ظاهره، اونجا باطنه، اینجا دنیاست، اونجا آخرته، هنوز ما دو بینیم. ولی وقتی که به یه وحدت کلیه وجودیه برسیم، اصلا دوتا نمیبینیم. این در این جلوه دنیا خودش نشون میده، در این جلوه آخرت، دو روی سکه یا دو نمودی که خودش نشون میده. ستا نمیبینیم، یکی میبینیم. منشور میدی ستا میبینی، ولی شما یکی میبینی. پس در واقع در اون وحدت کلیه است که من و ماهی و ظاهری و باطن و نمیدارم شریعت و طریقت و حقیقت، اینا همه در امر مجازی است. وقتی به اون حقیقت کلیه میرسید یه چیز بیش نیست. حالا وقتی از اون کل، از اون حقیقت کلیه و وحدت کلی میای به عالم کثرت، این پوسته رو میشه شریعت، این قسمتش میشه طریقت، این قسمت میشه تقسیم بندی میکنی. در عالم کثرت تقسیم بندی است، در معانی قسمت و اعداد نیست، در معانی تجزیه و افراد نیست، در معانی اینها وجود نداره. خلاصه رسیدن به اون خب مستلزم گذر هست از همه مراحل و پله پله تا ملاقات خدا، از مقامات تبتل تا فنا، پله پله تا ملاقات خدا. به هر حال جناب شمس ما خب هیچ تجربه زمینی نداره، بنابراین با این زن جوان 15-16 ساله نمیدونه اصلا چه طوری باید رفتار بکنه. خب اونم توقع داشته که شوهری داشته باشه که بدونه همه چی، بالاخره هر روز غم و غصه و فلان و فلان بود میکنه. و حالا ولی اونی که آمده این کتاب ها رو نوشته، هدفش چی از این که شمس این چنین بدخلق و بد اخلاق و نمیدونم اینها نشون بده؟ هدف اینه که شمس بره زیر سوال، پس مولانا هم که مورد شمس بوده بره زیر سوال و بخواد کلن در جهان اون چهره عرفان رو که یک چهره بسیار ملکوتی و جاذب جهان است، یه نوع زیر سوال قرار بده. به هر حال در حالی که ما و اتفاقا پرفروش در این کتاب شد، حتی کاندید شد این کتاب برای جایزه سال، یعنی معلومه که دست هایی که میخواد زیرکانه اینو کارو بکنه
خوب در کار هست. به هر حال از موضوع بگذاریم، صحبت من این بود که پس اساس در اینجا، اتفاقا بزرگان هم که یادم هست که حضرت مرحوم حضرت زهری شاه متسسر رو ایشان هم فرمودن این نی هست. پس این نی که جدا شده، جدا شده از شمسش، از این نیستان گیرش. ولی این ارتباط به این هم داره که قد حوتت عبود کرده این روح انسان از اون عالم اعیان ثابته و از عالم لاهوت، از ازل تا به ابد این همه ره آمده ایم، از عالم لاهوت که ما جز به اون عالم بالا بودیم، حضور بودیم، در بهشت حضور بودیم، عبود کردیم از بهشت حضور، از مقام جمع به مقام کسرت، از مقام وحدت به کسرت، از مقام جمعیت جمع الجمع به مقام فرد، و از مقام حضور به مقام هجران. و اگر هجران نبود، عشق نبود، مهجوریست مشتاقی. اگر داغ فراق بر جان ما نخورده بود، سوزی نداشتیم. پس عیب میگن که چرا آدم چنین شد، چرا چنین شد، شجره ممنوعه چیست؟ شجره ممنوعه هر کسی یه چیزیه. شما خودمون تجربه میکنیم، میگیم الان ما در عالم حضوریم، چه چیزی شجره ممنوعه من میشه منو از حضور میاره به غیاب، میاره دور میکنه، از مقام قرب به بعد میرسه. شجره ممنوعه شما اینه، شجره ممنوعه شما اینه، شجره همه ما آدمیم، همه هم شجره ممنوعه داریم، همه هم بهشت و حضور داریم، همه هم دوری داریم، همه هم حبود داریم، همه هم حوا داریم در درونمون. مثلا من میگم آدم خوابید، هوا از نمیدونم دنده چپش پدید آمد، مردم هم خیال میکنه یعنی خوابید، یعنی همینطوری خوابید، یه آدمی اونجا دراز کشیده، یه رفعه چیز از اینجا در اومده بیرون، اون وقت شده اسمش، خب اسمش گفته تو از گوشت لحم من هستی، پس اسمت نسائه، پس اسمت هوا از اینا. نه، هوا یعنی جنبه انفعالی وجود آدم، نفس یعنی عقل، یعنی آدم حضرت عقل، حضرت عقل میشه آدم. حالا این حضرت عقل یعنی آدم در این کالبده، کالبدش درازه، رو پا را میره. حضرت آدم یعنی حضرت عقل. خب این حضرت آدم یعنی حضرت عقل توی بدنش درازه، رو دو تا پا را میره، نه اینکه چون رو دو پا میره آدمه. این حضرت عقل، حضرت نفس یا روان بشری یا نفس ناطقه، در واقع از همین حضرت عقل نشأت میگیره. برای ما دو جنبه عقلانی و نفسانی. نفس وقتی میگیم باز توضیح داده بشود که همین تا میگیم نفس، برای مردم قسمت منفی نفس رو نگاه میکنن. نفس اش در حاصل که مرده است. پایین ترین مرتبه نفسه که بده به اون نفس اماره است. خب یه مرتبه بالاتر نفس مصوله است، بعدش نفس لوامه و ملهمه و مطمئنه و راضی و مرضیه، که بد نیستن، اینا مراتب کمال نفسن. پس ما کلا نفس رو نمیتونیم رد کنیم بگیم نفس بده. و نفس و ما سواها و فلهمه و فجورها و تقواها یا ایتها النفس المطمئنه. پس در واقع اونی که عرفا میگن بد میگن، اون مرحله پایین ترین مرحله نفس یعنی نفس اماره است، و یا نفس مصوله است که خوب نمایی میکنه و توجیه میکند و از این حرف. حالا به هر حال، پس در واقع بهشت حضور، اون نیستان که عالم عیان ثابته به قول عرفا و محی الدین دیگران هست، ما اول که بله، این ما یک سیر به قول شیخ احمد غزالی، ما یک سیر نزولی کردیم از مقام اجمال به مقام تفصیل آمدیم، یعنی آمدیم به در کالبد بشری یعنی آدمی. پس یک سیر نزولی شد از خود حضرت حق، اون جلوه وجودیش آمد در وجود نفختو فیه من روحی، نفختو که شد پایین اومد،
من وقتی که کلام رو از دهانم بیرون میاد یه سری نازله میشه، برای اینکه اون عقل و اون احساس یک تنزل کرد، انزلنا شد و آمد تبدیل به الفاظ شد. یعنی از عالم روح آمد به عالم قلب، از عالم قلب آمد به عالم عقل. پس معلومه این سیر نزولی کرد. پس الفاظ مراتب نازله حقایق هست. حقیقتی که در عالم سر وجود ما هست از مقام اخفا میاد خفیه و میاد به عالم سر، عالم سر و عالم روح، از عالم روح میاد تازه به عالم قلب تنزل و ملائکه ببرد. پس آنچه که از اونجا میاد و از عالم قلب میاد به عالم عقل، از عالم عقل میاد به لسان زبان. پس انا انزلناه، پس اون حقیقت ای سری نزولی میکنه، نزولی میکنه، نزولی میکنه تا وسط الفاظ در میاد. حالا ما به این الفاظ که پایین ترین مراتب نازلش دل میبندیم و از اون حقیقت عالم سر غافلیم، در حالی که اینا پله هست که ما بریم. یعنی این لفظی که الان میشنوید شما یه پله است که این لفظ برید یه مرتبه شوید. همینه که میگه هفت بطن داره قرآن، بعدم مثنوی رم آی همایی آورده که اینم هفت بطن داره. خلاصه یه پله الفاظ ظاهری است که ما میشنویم، یه پله دیگر معنی دومیشه، یه پله دیگر میاد به عقلانیاتشه، پله بعد قلبیاتشه، پله بعد روحیاتشه. همین ترتیب میره از یک شمسی که میبینید میگه بر شمس و زها که خورشید نگاه میکنید تا اون شمس حقیقت پرواز میکنید میرید. این سیر طولیه، سیر عرضی هم دارن یا انوار عرضی. سیر عرضی هم هستن که یک کلمه معانی مختلفی رو هست. اهل باطن همیشه سیر طولی میکنن ولی اهل ظاهر سیر عرضی میکنند. یعنی اینطوری حرکت میکنند، عرضی اهل باطن سیر طولی میکنند. بنابراین از یک لفظی که در پایین ترین مراتب نازله یک حقیقت هست میگیره لفظ رو صعود میکنه در مرتبه بالاتر، معنا بطن دوم، معنای برتر، برتر تا اون حقیقت مطلق برسه. گاهی اوقات وقتی اما اگر این بالا باشه خودش دیگه سیر الفاظ دیگه براش فایده نداره. عقیل و قال مدرسه باری درم گرفت یک چند نیست خدمت مشروح رو میکنیم. اما اگر در مرتبه بالا باشه دیگه مرتبه پایین به دردش نمیخوره. ولی وقتی مرتبه پایینه خب به هر به دردش بخوره. کلاس اول باید بره کلاس ششم، بره کلاس دبیرستان. ولی که دبیرستان دیگه پایین نمیاد. اینی که مولانا میگه حرف گفتن بستن آن روزن است، عین اظهار سخن ناگفتن. هر کسی در اون مرحله باشه که الان مولانا داره میگه حرف گفتن بستن آن روزنه است، اینه که خود حقیقت در حقیقت داره چرا میکنه، در اون بستان حقیقت داره چرا میکنه داره. بنابراین وقتی که در اون بستان داره چرا میکنه دیگه بر نمیگرده، در حقیقت ملحقه، یعنی عین حق شده خودش، دیگه بر نمیگرده از حق الیقین به عین الیقین و برگرده به علم الیقین. ولی وقتی که تو علم الیقینه بخواد بره به عین الیقین و به حق الیقین، اگرم به کار میبره چون قول بهش گفته میشه به کار میبره. اینه که پیامبر وقتی که اون حالت جذبه و حالت وحی پیدا میشه که همینطور بدنش میلرزه میاد به خدیجه، چون اول دیگه طاقت هنوز بدن طاقت نداره، این بدن که اون به اصطلاح از خودش منخلع بشه و سعقه بشه، منخلع بشه و اون وارد بشه. اینه که همین ترتیب میلرزه وقتی میاد به خدیجه، میگه تسم زملون یا خدیجه، میاندازه روش ملافه میندازه و همینطور داره میلرسه. بعدش هم که در اون خلوت خودش دیگه نمیخواد بیاد بیرون، میگه محبوب، محبوب کیه که با محبوب تو یک رخت خواب در یک جا باشه اصلا بخواد بیاد بیرون؟ بیاد بیرون چیکار کنه پیش اغیار؟ که میگه یا ایها المزمل، گفت پیغمبر نبی راز، گفت مزمل نبی راز این سبب که برون آ از گرمه بلحرم، چون که اسرافیل وقتی راستیز راستیز اصاف قبل از راستیز. هر کی گوید که قیامت ایسنم خیش را بین ما، قیامت که منم. یعنی دیگه آدم در مقابل حضور هست نمیخواد از مقام حضور بیاد بیرون، از بعشوق دل بکنه بیاد بلا، ولی بهش میگه بیا بیرون، تو باید بری به مردم رو هدایت کنی،
از سفر از حق به خلق کنیم. و اگر نبود که مأموریت داشت، به قول علی علیه السلام در نهج البلاغه که میگه که ما ارواحی هستن که در این فضا معلقن و این جهان براشون سنگین است و سخت است و چه و چه و چه، بعد میفرماید که و اگر نبود که مأموریتی داشتن در این جهان بمانن، در لا یک لحظه در این جهان نمیموندن، مجبورن که بار تن رو بکشه، مجبور بار خلق رو بکشه، گند خلق را تحمل بکنه، برای اینکه در این مأموریت داره که در این جریان بمانه. به هر صورت مولانا پس اولین پیامش این نیست که از جدایی های پیرش و بالاخره نی وجود انسان یا هم که گفتم دو سیر تنزلی کرده حضرت انسان، یا یک سیر تنزلی از مقام وحدت کلیه به مقام کسرت و نفخت فی من روحی کسرت شد، مقام دوم در این حال که کسرت بود در بهشت حضور بود، بهشت بالاخره بیرون از ذات حق است، یعنی در فرازات، یعنی در صفات بود، از ذات اومد به صفات، بهشت صفاتی آمد از ذات به صفات، در صفات ولی در محضر انس و حضور، صفات جمال که نمادینه شده سمبولیک به صورت حورالعین، صفات علم که به صورت شجره درخت نمادینه میشه و و و همه این چیزایی که میگیم اون صفاتی هستند که نمادینه میشن. بنابراین وقتی شما یک قرآن میخونید، شما همش به نماد پردازی ها کار دارید و هنرمندا خوب میدونن اینو که چگونه است. شما در یک نقاشی امپرسیونیسم یا در نقاشی سورئالیسم و هنرهای اینم شما میشناسید، میبینید کاراکترها نمادینه میشن به شکل یک نقاشی، به شکل چیزی را میشن. بنابراین بهش یک نقاشی صفات جماله و دوزخ یک تابلویی است از ظهور صفات جلال. بنابراین کسی که در میان این تابلو قرار میگیره، این نمادهای جمالی رو میبینه در اینجا و فقرا، اکثر فقرا هم که همیشه در بهشت هستن، یعنی در صفات جمال هستن الحمدلله. خلاصه داشتم موضوع دور می شدم و مرحله دوم سیر نزولی پیدا می کنه با عالم اول از ذات به صفات، از ذات به صفات یک سیر نزولی، دو از صفات یعنی بهش که عالم صفاته به عالم ماده که عالم ماده است که این روح انسان مجبور این قفس تن رو با خودش هم بکنه هرچه میره. خب حالا با این قفس تن که با خودش هم میکنه، آیا میتونه دوباره هر کسی که دور بند از اصل خویش باز جوید روزگار اصل خویش، حالا دوباره میخواد بره این توتی که آمد در این قفس، باید چار کنه؟ این قفس رو چاره ای نداره، ولی میتونه قفس با خودش بلند کنه. شیخ اشراق خیلی جای ناورده از جمله در رسالت تیرش، در جای دیگرش، در جای دیگرش که این پرنده بدن رو با خودش، قفس رو با خودش بلند میکنه. اصلا معراج یعنی بلند کردن قفس با خودش. ما نمیتونیم، چون مجبوریم در این جهان با این قفس باشیم. دو تا قفس داریم، یک قفس، حالا این قفس تنه، یه قفس هم که قفس طبیعته، زندان طبیعت، این قفس بزرگ زندان طبیعت، قفس تن. حالا ما متاسفانه میایم یک قفس دیگریم در درون قفس برای خدا میسازیم، قفس نفس یا من مجازی یا من ساختگی یا من دروغین بدلی و سایه‌ای که خودمون ساختیم، یه منی از خود ساختیم، یه خودی از خود ساختیم که با گفته های پدر و مادر و این و اون و اون و الفاظ، با این الفاظی که از این کوچیکی توی ذهن ما آمده، دور فطرت هی تنیده شده، دور فطرت تنیده شده، تنیده شده، تنیده شده، رسوب کرده و شده من مجازی. و ما با این زندگی میکنیم، ماهیت، ماهیت ساختگی عرضی وجودن در کمال خیش ساریست، تعین ها امور اعتباریست،
ما با این من داریم زندگی میکنیم. وقتی عرفا میگن بکشید این منو، منظورش این نیست که شما من حقیقی خودتون رو، این من ساختگی دروغین مجازی به قول روانشناسان، من ایدئالی، من دروغین، من مجازی، من ساختگی، این من رو که به دور اون من کشیدید مثل یک دیوار محکم، مثل زندان محکم خودتو در زندان کردی، این وقت بشه که ماهیت نفت بشه تا وجود بمانه، چون وجود ان الوجود عندنا اصیل، اون وجوده که خود خداست، خدا وجود صرفه، شما وجود مقیدی. فرق هم اینه، وجود صرفیت وجود و وجود صرف هستی، یعنی تجلی خدا هرچی هست میشه وجود مقید. این وجود مقید از خودش مقید به تنه، مقید به طبیعته، ولی ما هم این مقیدی کردیم به ماهیت ساختاری ساختگی که خودمون از خودمون ساختیم، دورش گذاشتیم. اینه که با ریاضت با استیهی اینا رو بکنیم بنزیم دور، بکنیم بنزیم دور، بکنیم بنزیم دور، اینا رو با استیهی چیز کنیم، یا در کوره قرار بدیم که این هی این زوائدش و رسوباتش و این آشغالاش هی سوخته بشه سوخته بشه. خب الان در کوره قرار ندیم که بسوزونیم، خود خدا بعدن فردا باید همین کار بکنه، باید بسوزونه، خودش میکنه، امام نکنیم خودش میکنه. چرا؟ برای اینکه باید دوباره برگرده اونجا، برای اینکه این جوهره که اینجا اسیر شده خالص و سره باید به نزدش بره. اصلا جهنم برای لطفه، برای قهر نیست، خود جهنمش هم لطفه. حتی مولانا میگه عاشقم بر لطف و بر قهرش بجد، بل عجب من عاشق این هر دو زد. ولی من میگم که عاشقم بر لطف و بر لطفش بجد، همش قهرش هم لطفه. برای اینکه قهر نسبت به ما که برای خود سخت ناملایمه، نسبت به ما این قهره، که برای اینکه از یه خوردی ملایم ذهن ما نیست، به خود خدا که قهر نیست، نسبت به تازه خود قهر هم یه معنای دیگری داره که چقدر قشنگ این معنای قهر رو شیخ شاهدین سهروردی آورده. قهر عبارت چیرگیه بر هستی است و معنی حی قیومی است، قیومیت خداوند بر هستی است. اگر خدا قهار نبود، یعنی قیومیت بر هستی نداشت، اصلا نمیتونست لطیف هم باشه، نمیتونست رحمان هم باشه، نمیتونست رحیم هم باشه. پس اول باید تسلط وجودی بر کل موجود داشته باشه، یعنی قهار باشه، چیره باشه بر هستی، والله محیطون انا کل شی باشه، حی قیوم باشه. و وقتی هست، حالا لطیف هست، رحمان هست، رحیمه. بنابراین پس به عکس این آیون که میان توی این مبارای تبلیغ کنن، خدا و یه قهاری گفته، رباری گفته، اصلا معنیش رو نمیفهمن. قهار یعنی چیره بر هستی، یعنی هستی در ید قدرت رو با اون احاطه قیومی بر هستی داره، این قیوم یعنی قهار. جبار، جبر خوندید، یعنی دوتا چارتا جبر خوندید، یعنی قانونمند، نظام قانونمند. جبر قوانین معادل است، هستی بر نظام قانونمند استواره، یعنی خدا جباره، یعنی نظام قانونمند بر هستی استواره. به هر حال ضرورت وجود هستی قهاریت پروردگار و جباریت پروردگار. چیزی که هست این قهاریت جباریت با لطف و رحمت و اینها ارائه میشه. اگر خود اصلش اون قهار جباریت و اون جبش نازل نشه در شکل رحمت و عطوفت و اینها، همه متلاشی میشن، نمیتونن تحمل کنن. برای خود ما هم همینطوره، نمیتونیم مثبت جلال رو تحمل کنیم. بعد من دیروز اطراحان کلاس گفتم، ببینید تجربه حضرت زردوش در 19 صفات خدا رو مشاهده میکنه. بنابراین در اوستا 19 خدا دانا و داننتر است، قادر توانا و توانندتر است، چه یعنی مقامش تا جایی است که تا 19 تجلی میتونه خدا رو ببینه. حضرت موسی در چند تجلی بیشتر خدا رو نمیتونه ببینه، در تجلی آتشی میبینه و بعد یه تجلی قهاری و چند تجلی. حضرت عیسی همین ترتیب پدر در تجلی پدر ظهور پیدا میکنه خدا براش، اون
ولی حضرت رسول 99 تجلی میبینه. یعنی وقتی نگاه کنی هیچ کدام از عرفا، از پیامبران و عرفا این چنین شرح صدر نداشتن، این چنین وسعت دید نداشتن، این چنین به مقام اتصال رسیدن که در 99 صفت مشاهده کنن. من هیچ عارفی ندیدم که بیش از چند صفت برش خداوند متجلی شده باشه، ولی این عارف بزرگ یعنی پیامبر در 99 صفت خدا برش متجلی شده. حالا شما در چند صفت متجلی شده؟ وقتی میگی رحمان، آیا در رحمان متجلی شده؟ آیا رحیم در رحمان متجلی شده؟ آیا غفور در غفور متجلی شده؟ ما الفاظ رو تکرار میکنیم ولی نمیدونیم در چه صفت بر ما متجلی شده خداوند. به هر حال سخن از این بود که اما این تجلی یا تجلی به شکل نمود آتشیه. ببینید آتش هنوز خالصه، نیست، نیمه خالصه، هنوز دود داره، هنوز چیز داره، گرما داره، هنوز کاملا تنزیه کامل نیست، خالص خالص نیست. ولی نور چی؟ تنزیه کامله. بنابراین موسی، حضرت موسی و حضرت زردوش هنوز به اون کامل نشده، برای اینکه در شکل آتش میده. ولی حضرت رسول میگه الله نور رو سماوات دارد، در صورت نور ظهور میکنه. این خالص خالص در واقع از این جهت که پس یک قد فضل نابعضا و ملابعضا، این تفضیل و برتری در یکی این که در 99 صفت خدا رو تجلی میبینه، دیگر این که نور میبینه و اون در تجلی آتش میبینه موسی و یا حضرت زرتشت یا حضرت موسی در تجلی آتش خدا رو مشاهده میکنه. خلاصه حالا بعد مشاهده در صورت جسمانی آدم هم هست، در درخ همونطور که هست روا باشد انا فقط درختی چرا نبت روا از این وقتی در تجلی یک آدم مشاهده میکنه. مولانا میگه شمس من و خدای در تجلی دهیه کلبی متجلی میشه که یاد پیش پیامبر. بنابراین اون جلوگاه میتواند جلوگاه پیر باشه، جوان باشه، زن باشه، مرد باشه. محیدین ابن عربی تجلیگاه رو در همسرش، در خانمش جمیله اصفهانی میبینه که این دختر از اصفهان پدرش آمده بوده در مکه به امام جمعه مکه شده و این دختر ازدواج واحدین در میاد، بسیار خانم عفیفه و زیباروی بوده و میگه من هر چی دارم از این تجلی از این جمیله اصفهانیه دارم میبینم، جلوه در این میکنه، خودش میدونه در چه صورت جلوه کنه. ما که نمیگیم که در چه صورت جلوه بکن یا نکن، با 100,000 جلوه برون آمدی که من با 100,000 دیگه تماشا کنم ترا. حالا حضرت مولانا هم در حضرت شمس اون جلوگاه رو مشاهده میکنه. به هر حال از نیستان تا مرا ببیدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند. مرد و زن پس دو مفهوم داره، یکی همینی که ما میگیم مرد و زن، مفهوم دیگرش مرد قوای فاعلی است و زن قوای انفعالی. مفهوم دیگر مرد عقل است که در اعرابی آمده عقل است و زن نفس. منظور نفس ناطقه است، نه منظور نفس اماره است. نفس ناطقه با همه ویژگی‌هاش، چون نفس حالت زایشی داره و عقل حالت فاعلی داره و نفس حالت زایشی داره. بنابراین ما هر جا داستان مرد و زن هست، مولانا خودش میگه که منظور از مرد و زن عقل و نفس است. خب یا عقل و عشق است، چون نفس بیشتر بیگه گاهی قد به عنوان مسئله عقل و عشق مطرح میشه. حتی شما در این مسئله در شاهنامه وقتی میبینی که میگه که رستم سهراب کشت، یعنی رستم عقل سهراب عشق و عاطفه رو داره عبه میبره. اون عشق و عاطفه فقط صداقته، ولی این عقل مسلحت چوه، میتونه دروغ هم بگه،
بنابراین در واقع میخواد فردوسی یک مسئله روانی رو مطرح کنه به این که عقل عاطفه به عشق به دست عقل خوش نمیشه. این کاری که همه میکنن، اصلا داستان ها الان وارد داستان میشیم بشنوی یه دوستان، این داستان در حقیقت نقد حال ماست. آن نقد حال خود اگر ما پیبریم همز دنیا همز اقوا برخوریم. ای برادر، قصه چون پیمانه است، معنی اندر آن زان دانه است. دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را چون گشتن. یا فردوسی، تو این را دروغ و فسانه مدان، بدین سان سخن در زمانه مران. هر آن کو موافق بود با خرد، وگرنه سوی رمز و معنا برد. پس این داستان ها نمادینه شده یه حقایق لفظی معنی هست، چنان که ما به نظر ظاهر وقتی میگیم این آب، آب و به نمادینه شدن اون آتش ماست که به شکل کلمه میاریم. الفاظ، هر الفاظی بیاریم نمادینه میشن اون حالت ما. میگیم درخت، نمادینه میشه اون هر چی میگیم. پس در واقع همطور که الفاظ نمادینه ها، نمادها هستن از حالتهای روحی و رابطی، بعد تمام اون چی که ما در قرآن و در کتابهای عرفانی و در داستان میریم نمادینه شدن حالت انسانه. نمادینه شدن حالت انسان در شکل فرعون، نمادینه شدن حالت انسان در شکل موسی، نمادینه شدن حالت انسان در شکل شعیب، نمادینه شدن حالت انسان در شکل شیطان، در شکل آتش. یعنی در همه این جلوه ها خودمون باید ببینیم، در هر کدوم. و اگر ما در این جلوه ها خودمون دیدیم، مثنوی رو فهمیدیم، قرآن رو فهمیدیم، در هر جلوه خودمون رو ببینیم، اونجایی که ماریم، اونجایی که عقربیم، اونجایی که هورالینیم، اونجایی که فرشتیم، نمادینه شدن صفات متعالی انسان میشه ملک، نمادینه شدن صورت پنهان زیرکانه به حساب چیزش میشه جن، نمادینه شدن همه این ناخودآگاه های وجود ماست که به صورت خودآگاه ارائه میشه. پس در واقع ما ایم که ارائه میشیم، آینه خود ماست، چه مثنوی باشه چه قرآن باشه، آینه خود ماست. بنابراین در حقیقت نقد حال ماست. خب حالا بعدش میاد این داستان رو مطرح میکنه، اون داستان شاه و کنیزک رو مطرح میکنه. خب شاهی بود، چی شد داستان؟ شاهیست و کنیزک میرد و در شکار، عزم شکار به بیرون میرود. کنیزکی میبیند، آن را میخرد، میآورد، ولی از غذا چی شد؟ آن کنیزک بیمار. هر چی دکترها را آورد، این کنیز خوب نشد. هر کدام هم ادعا کردن، هر یک از ما مسیح عالمیست، هر علم را وردق ما مرهمیست، چون خدا خواهد نگفتند از بطر، پس خدا بنمودشان عیزه بشن. هیچ کاری نتاستم کنن، هر چی کردن نتیجه معکوس داد. حالا میخوام دونه دونه اشعارشو بخونم چون طولانی میشه. نتیجه معکوس داد هر چه کردن. بعد چه کار کرد این شاه؟ خلاصه از همه که مایوس شد، رفت به درگاه اون بی‌نیاز، درگاه خداوند، شروع کرد ناله و زاری کردن که کمینه بخشش از ملک طلا، بار دیگر ما خطا کردیم راه. خلاصه آمد و نوه میکنه. بعد میگه که اون حکیمی صبح بیاد، اون حکیمی که میاد اون از ماست، برو اونو دریاب، اون تلاش میکنه. خب این هم همینطور انتظار میکشید و صبح علیکس صبح به غریب. صبح منظور فقط این نیست که خورشید در بیاد، همه ما صبح رو باید ترجمه کنیم. در درونمون صبح تجلی، اونجایی که تجلیات و بوارق که باز اون جلسه گفتم شیخ ارشاد 15 نوع بارقه رو مطرح میکنه، حالتاش. وقتی اون بارقه میاد، اون تجلی میاد، صبح ما برا میرسه. ممکن صبحمون همین الان اینجا نشستیم صبح ما بشه. نهار وقتی میشه، لیل و نهار، لیل اون شب تاریکه،
که در حجابیم، ولی نهار اونجایی که روشن تجلیات انوار میاد و اشراقات میاد روشن میکنه میشه نهار یا روز. پس روز همون معنی روز نیست، روز به معنی روشنایی درونه. شب همون شب ظاهر نیست، شب اون تیرگی که در درون هست و نظیر اینها. به هر حال صبح میرد و میبینه اون حکیم آمد و بالاخره میشناسن. بله، یعنی شناختن یعنی اصلا شناخت برای نیست که من دیدم میشن، یعنی من در وجود خودم او رو احساس میکنم، یعنی شناخت روح به روح. الله جنود و مجنده و ازا تلفو تعارفو، اون روح ها که همسانن یه لشکریان پراکندن که و هم وقتی که ببینن الفت پیدا کنن هم دیگه رو میشناسن. که میگه که شما پیغمبر رو از بچهاتون بهتر میشناسید، یعنی اگر روحتون رو آزاد کنید روحتون روح پیامبر رو بر اساس تجانس میشناسد و جذب میکنه. بالاخره رفت و اون آورد و اون هم آمد و با دست کنیزک رو گرفت و فهمید، دید از زاریش بزار دل است، این عاشقه. تا بالاخره آمد و خلوت کنید و دست باش رو نبزش و اینها و شرحا گفت، تا اینکه رسید به سمرقند و کوه قاصفر و زرگر و دید جهشش زیاد شد، تا بالاخره پی برد که عاشق زرگره. بعد پر زرگر دعوت کنید بیاد اینجا به نام اینکه زرگری کنه، بعدم این کنیزک رو بهش بده تا کنیزک در وصالش خوش شود، زابه وصلش دفع این آتش شد. اونم اون کاری که از زرگرم طمع برش شابر زرخرد را والا و رسوا کنند، قاسم مفلس را که خوش رسوا کنند. اینا بلند شد اومد و بالاخره به وصال رسون، به این عشق مجازیش رسید، آروم شد. حالا یواش یواش آمد زهر در کامش کرد، یواش یواش مرد زرد شد تا اینکه مرد دیگه عشقش هم به این رفت. فرمود که عشقا کندر به رنگی بود، عشق نبود آقابت ننگی بود، کاش آن هم ننگ بودی یک سری، تا نرفتی بر وی این بد داود. خب در این داستان شاه حضرت عقله که حقیقت وجود انسانیست میاد به شکار در این جهان، در این درون، در این بدن، در این شکارگاه، این وجود ما شکارگاه شاه وجود ماست. کنیز نفس انسان، روان انسانی است که باید در خدمت شاه باشه. این روان من باید در اختیار عقل من باشه، به هر سویی که میخواد بین نفس من و روان من رو برکت در بیاره ببر. این عاطفه، این فکر، این اندیشه، این چی، این فلان، اینها. ولی این عاشق زرگر، زرگر جهان، این جهان زرگره، زرزیور تو یعنی ناس و بشعوات تو اینها زینت های جهان، این جهان زرگره. پس هر جا میگیم زرگر یعنی این دنیا. خب بعد میگه که خیلی خوب، آدم ها، فقه ها، منطقیون، چه میان علمای ظاهر میگن ما اینو خوب میکنیم، این روان بشری رو، این روانی که عاشق برون از خوده، یعنی این عالمه، این روانی که عاشق این عالمه، اینو خوب میکنیم. ولی هیچ کس نمیتونه، بدتر کار خراب میکنه. بنابراین هیچ کسی از فقه ها و منطقیون و اخلاقیان نمیتونن این روان رو سالمش کنن، سلامت روانی بهش بدن و اینو فری کنن که بتونه تابع عقل بشه، از شاه عقل بشه. تا اینکه از دکا خدا استقاسه میکنه تو خودت کار کن. خدا میگه اون حکیم، بله، و من اوتی الحکمه، فقط اوتی خیران کسی را، اون حکیم ما میاد، برو ببینش. حکیم که مظهر اسم حکیم خداوندیست و حکم رو صادر میکنه و اون دانش روحانی رو داره، خلاصه میاد، حالا اون حکیم یا عارف یا قط یا هر مقامی که شیخ، پیر، هر چی مقام رو حساب کنی، بالاخره رو میابد و بعد اون میاد و دست کنیز میگیره، یعنی این روان ما رو در اختیار میگیره و نگاه میکنه بینه ما مریضیمون چیه، این روان مریضی چیه این کنیز. بعد بینه که عاشق زرگره، عاشق این جهان بیرونی است، این جهان بیرونیست که عشقش در دلش هست،
میگه بسیار خوب، بسیار خود این جهان بیرون بهش بریم، یه خودی مالی مناری کنه، یه خودی آروم بشه تا بعد بشه روش کار کرد. چون اول باید این که خیلی هرسیش میزنی داره بدن تا بعد در سر بشی. مثل ماها که نرفته بودیم وقتی که خارج هی گفتیم بریم به چی شوقی، وقتی رفتیم اونجا دیگه همه که اکثر آدمایی که رفتن اونجا دیگه در سر شدن، میگه خب چی حالا ما اومدیم اینجا انقدر شوقشو داشتیم. حالا به هر صورت این بود که یواش یواش میبینی که هی یواش یواش کم رنگ میکنی، اول به وصال میرسونی بعد اونو هی کم رنگ میکنی. بنابراین کسی رو نکشتی که میگن چطور این حکیم ربانی آمد یک بعض زرگر رو کشت، اصلا کسی کشته نشده اینجا. این جهان زرگر، این جهان زر و زور، این جهان هی بیارزش شده بیارزش شده بیارزش شده تا اینکه کاملا فنا شد، در دل علقه بین رفت. خب و در نتیجه کنیز یواش یواش آزاد شد، اشغال کردن در فرنگ، و این کنیز روان آدم آزاد میشه. پس اولین اساسی که میخواد مولانا تمام مثنوی در 18 بیت خلاصه شده، 18 بیت به طور مجمله مثل قرآن که همش مجملش در سوره حمده، بقیه دیگه شرح اینه، یا سوره بقره تمامش تو عرف نامیمه بقیه تفسیر اینه. خلاصه این هم اینطوره، همه مثنوی در این 18 بیت. حالا یعنی عرفان نظری از کجا آمده این، ما به کجا میرویم اینه. حالا بقیهش دیگه چرا نمیتونیم بریم، میگه یکی از اون چراهایی که نمیتونیم بریم تعلق به این جهان که این روح ما، این سلطان عقل ما اینجا گرفتار شد. پس اولین پیام رو مولانا در این داستان میده، نفی تعلق. همین کاری که بودا کرد، همین کاری که زرتشت کرد، همین کاری که ابراهیم ادهم کرد، همین کاری که همه انبیا کردن، نفی تعلق کردن. پس اولین پیام مولانا در داستان شاه و کنیزک نفی تعلق، نفی وابستگی از فراخوده. فراخود هر چه باشد نفی تعلق میشه و این جهان و اینها. خب دیگه سخن را با این مناجات مولانا تمام میکنیم. ای خدای پاک و بیانباز یا دست گیرو در ما را در بزار، یاد ده ما را سخنهای رقیق به تو را رحم آوردان. ای رفیق ای دعا از تو، اجابت همز تو، ایمنی از تو، محابت همز تو، گر خطا گفتی اصلاحش تو کن، مصلحی تو، ای سبحان سبحان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك